داستان یه پرستار رو آوردم که فکر میکرد با کشتن مریضاش توی بیمارستان داره بهشون کمک میکنه جان این آقا با لقب فرشته مرگم شناخته میشه اسمش دانلد هاروی بوده و باور داشته که بیمارستان بهترین جا برای انجام دادن قتلاشه که بعدا مشخص میشه درستم فکر میکرده یعنی پرستار بوده و مریضا رو میکشته دقیقا دانلد سال 1970 وقتی که 18 سالش بود توی بیمارستان مری مک که الان اسمش بیمارستان سن جوزف توی کنتاکی آمریکاس مشغول به کار میشه توی سال اول کارش دانیلد 10 نفر رو میکشه و در طی تمام سالهایی که اونجا بوده مجموعا 57 نفر رو به قتل رسونده 57 نفر آره یکیش یه مریضی بوده به اسم لوگان اونس که اون شبی که توی بیمارستان بوده مسئول یعنی پرستارش دانلد بوده و میاد یه بالش رو میذاره رو صورتش و خفش میکنه در نهایت هم از دنیا میره دانیل هم یه جوری نقش بازی میکنه که انگار خود لوگان حالش بد میشه و نفسش بند میاد و میمیره کمتر از یک ماه بعد یه مریضی به اسم الیزابت وایت توی بیمارستان بستری بوده و همونطور که میدونی وقتی یه نفر مشکل تنفسی داره واسش ماسک اکسیژن میذارن آره الیزابت هم از یه دونه از این کپسول اکسیژن های کنار تختش استفاده میکرده که شب که میشه دانلد میاد اون پیچ اکسیژن رو میبنده و صبح که میشه الیزابت مرده بوده کم بهش مشکوک نمیشه بر... باز هم کمتر از 20 روز بعدش دانلد باید از یه شخصی به اسم یوجین مک کوین مراقبت میکرده که خیلی شرایط وخیمی داشته و نمیتونسته روی شکمش بخوابه چون که توی کلا بدنش و شکمش و اینا انگار پر از مایات شده بوده و ورم کرده بوده و اینا شب که میخوابه دانلد یوجین رو برعکس میکنه یعنی دمرش میکنه که روی شکمش بخوابه همینم باعث مرگش میشه و دانلد هم به همه میگه که یوجین حالش بد بوده و نتونسته کاری براش بکنه بقیه هم باور میکنن تمام قتلای دانلد به مدت ده سال مخفی میمونه دستگیرش که کردن دلیل قتلاشو گفت؟ آره ببین واقعا فکر میکرده فرشته است و با کشتن مریضا داره راحتشون میکنه بهشون کمک میکنه